آره میدونم محمد مثلا مادر خردادیان، شماست، منم جوون دوسترم، نامی که برای اکثر ایرانیان یادآور بسیاری از تابوها و غیر ممکن هاست. سلام دوستان، من مهسا هستم و اینجا هم حواشی هنرمندانه، با ما همراه باشید. او را با رقصهایش در دهه های 70 و 80 همگی به یاد داریم، در حالی که در کلیپ های تصویری خوانندگان حضور پیدا می کرد و هم صدا با ریتم موسیقی با چنان تخصصی حرکات موزون خود را اجرا می کرد که جز لذت بردن از این روند نمایشی مخاطب کاری نمی توانست بکند. محمد خردادیان متولد سوم اسفند 1335 در تهرانه، رقصنده است و یکی از رقصنده های مشهور ایرانه. تجربه بازیگری و نویسندگی فیلمنامه تئاتر رو هم پدرش اصالتاً قزوینی و مادرش اصالتاً سبزواری که به تهران مهاجرت کرده بودند. پدرش عباس خردادیان از اولین سپرسازان ماشین فولکس در ایران بود. محمد دو خواهر و یک برادر بزرگتر از خودش داره. رقصیدن رو از 5 سالگی از همون دور همیهای خانوادگی و عروسی ها آغاز کرد، اما ورود حرفه‌ایش از 16 سالگی از اردوی تابستانی رامسر امکان پذیر شد. اون با رقص آذربایجانی در این اردوها از طرف مسئولان به معلم رقص باله معرفی شد. رقص را زیر نظر یک معلم فرانسوی در تهران شروع کرد. از همین کلاس‌ها کمتر از 2 سال به شاگرد ممتاز گروه تبدیل شد. سپس در آمریکا، انگلستان و کوبا نیز انواع رقص‌ها را آموزش دید. جین بینی، بالرین انگلیسی که قبل از انقلاب به دعوت رسمی ایران برای حضور در گروه باله به تهران اومده بود، اونجا با محمد خردادیان 18 ساله آشنا شد. اونها 1 سال بعد با هم ازدواج کردند. خردادیان و همسرش مدتی بعد از نامزدی به آمریکا رفتن و بعد از حضور در چند کلاس به ایران برگشتن. با شروع انقلاب و ممنوع شدن فعالیت اونها مدتی راننده تاکسی بود تا اینکه با شروع جنگ ایران و عراق به آمریکا مهاجرت کردند. زندگی خردادیان و همسرش جین بعد از 9 سال زندگی مشترک به جدایی ختم شد. جین در نهایت چند سال پیش به علت بیماری درگذشت. همسر محمد خردادیان به شدت عاشق او بود و در مورد این عشق آتشین خود برای یک زندگی مشترک با خردادیان یک کتاب هم نوشته است. محمد خردادیان در مستند مثلث عشقی نافرجام درباره جدایی از جین اینطور میگه. اون میگه که عاشق دوست صمیمیش ابی بوده، با اون به مسافرت میرفته، در کنارش به آرامش میرسیده و میگه که جین همونقدر که حواسش به من بوده، من همه حواسم به ابی بوده، اما نمیتونستم این عشق رو ابراز کنم. همونقدر که یکی حواسش به من بود، من همه حواسم به ابی بود. دوستان اگه تا اینجا از ویدیو ما خوشتون اومده، حتما ویدیو ما رو لایک کنید. خردادیان در این مستند از همجنسگرا بودنش میگه من از همجنسگرا بودنم خوشحال نیستم. من اینجوری به دنیا آمدم، مثل خیلی از اونهایی که در سنین جوانی این احساس همجنسگرایی رو تو خودشون پیدا میکنن و حتی به سمت خودکشی قدم برمیدارن. منم خودم رو آزار میدادم، حتی 2 مرتبه تصمیم به خودکشی گرفتم، اما متاسفانه کسی من را اشتباه راهنمایی کرد و گفت زن بگیری اون احساس رو فراموش میکنی. من به این تصمیم غلط تن دادم و ازدواج کردم، ولی همچنان احساسات همجنسگرایانه من به شدت در من چون آتش عظیم زبانه میکشید. مجدد به من گفتن بچه دار بشی درست میشه. اینجا بود که من با خودم گفتم هرگز نباید بچه دار بشم. اگر بچه‌م بزرگ بشه و در مدرسه یا جایی او رو به خاطر من مسخرش کنن یا بگن پدر تو گی هست، اون بچه سرخورده میشه و از دست من عصبانی خواهد شد که چرا در چنین شرایطی که داشتی باعث تولد من شدی. بعد از این جریانات بود که به همسرم هم گفتم من اشتباه کردم، ازدواج کردم و از این بابت برای تو هم متاسفم. من گرایشم به همجنسام هست و نتونستم قبل از ازدواج با تو صادق باشم. با توافقی که کردیم بعد از 9 سال از هم دیگه جدا شدیم. اون میگه بعد از رفتن جین من و ابی تنها شدیم، اما به جای اینکه بیشتر به هم نزدیک بشیم از هم دیگه دورتر شدیم، به خاطر اینکه ابی با یکی از دخترای فامیل ما آشنا شد و ازدواج کرد. اتفاقی افتاد که ما یه ذره فاصله افتاد بین من و ابی.
خردادیان طی یک مصاحبه دیگه‌ای که با کامیار خواننده داشته در مورد گی بودنش مجدداً حرف زد و گفت دوست دارم با پارتنرم ازدواج کنم. با همدیگه تاکسیدو بپوشیم و یکی مو پاپیون سفید و اون یکی پاپیون مشکی بپوشه. پارتنر من باید به من وفادار باشه. من بدونم طرفم منو فقط به خاطر خودم بخواد و دوستم داشته باشه و نه به خاطر موقعیتی که دارم. هر کاری که بتونم براش میکنم. اما متاسفانه هر کسی که پارتنر من شده فقط خواسته است همون روز اول از من بکنه و بره. من از کندم بدم میاد. در ادامه گفت من پسر جوان دوست دارم، متاسفانه یا خوشبختانه، و ایرانی هم دوست دارم. براش شوگردادی هم میشم، آشپزی هم میکنم، همه کاری میکنم، فقط بدونم اون منو به خاطر خودم میخواد. فقط اینکه حتما دهه 70 باشه، چون دهه 80 برای من حکم جوجه رو دارن. محمد خردادیان 22 فروردین 1381 بعد از تعطیلات عید نوروز برای دیدار پدر بیمارش به ایران اومد. البته او در یک مصاحبه دیگر گفته بود که برای دوستی با یک پسر 21 ساله یکی از آشنایان به ایران اومده بود که در حال خروج از ایران در فرودگاه دستگیر شد. او 21 روز در زندان انفرادی و 40 روز در زندان اوین بود. قاضی او را به جرم اشاعه فساد به شلاق و 10 سال ممنوع خروج بودن از ایران محکوم کرد، اما او با اعتراض به حکم و تجدید نظر تونست مجدداً از ایران خارج بشه. چندین سال قبل محمد خردادیان مسابقه رقصی در کشور ترکیه برگزار کرد که با بازدیدهای فراوانی از کشور ایران روبرو شد. او در این مسابقه به عنوان داور حضور داشت و همچنین در بعضی از قسمت‌های این شو محبوب خودش هم می‌رقصید. دنس شو خردادیان از طریق ماهواره برای مردم ایران پخش می‌شد. این مسابقه محبوب تا پایان نگاه‌های زیادی را به خود جلب کرده بود. یکی از دنسرهای این برنامه با نام سلماز به فینال راه یافت و در نهایت برنده مسابقه شد. بعد از شوی رقص خردادیان برای مدتی شایعه شده بود که او با سلماز برنده مسابقه رقص در ارتباط نزدیکی هست و این خبر با حواشی‌های زیادی همراه بود. حتی در پی این حواشی خبر ازدواج محمد خردادیان و سلماز در دبی هم منتشر شد که همه را متعجب کرد. البته بعد از مدتی این شایعات فروکش کرد. خب دوستان، از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. اگه تا الان عضو کانال ما نشدید، لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب به جمع ما بپیوندید و با زدن زنگوله اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.